این مراسم شهرستان پابهام دارای بیمارستان شد. یکی از خواسته های قدیمی مردم پابه و شهرستان های شمال غربی استان کرمانشاه. پروژه‌ای که احداث آن 10 سال زمان برد و 65 میلیارد تومان هزینه. حالا مردم منطقه در نزدیکترین فاصله به یک بیمارستان 160 تخت خوابی دسترسی دارند. در ازار منطقه شکرم که خار زدن تو بیمارستان تأسیس شده به دنیا آمده. از زمه مسئولین تشکر میکنم. خدمات چون خوب بود؟ خیلی خوب بود. خیلی ممنون. اسم کوچولوتون چیه؟ مهراد. الحمدلله ای بیمارستان پاون افتتاح بین با امکاناتی وی کامل و مجهز و الحمدلله حرف رتمی سافر مجهز. یک از سیاست های دولت تدبیر امید توسعه زیرساخت ها در نقاط محروم و دور افتاده تر و کمتر برخوردار کشور، خوشبختانه در شهرستان پاوه که ما از این نظر دچار ضعف بودیم، بیمارستان مجهزی که امروز مشاهده می فرمایید به عنوان یک پروژه ملی و استانی به اتمام رسید. ما امروز انشالله قرار است که سی تی اسکن رو هم به عنوان یکی از کارهای تشخیصی به منطقه ارسال کنیم، متخصصینی که مورد نیاز هستند رو انشالله اعزام کنیم. وزیر بهداشت امروز در سفر به کرمانشاه همچنین از پروژه مرکز سوانه و سوختگی گلستان هم بازدید کرد. این مرکز که مراحل پایانی احداث را می‌گذراند، تنها مرکز تخصصی سوختگی در غرب کشور است. کار بزرگی را عزیزان دارن ساماندهی می‌کنن. یک مرکز برای حوادث و سوانه مغزی و سکته های مغزی یا استروک سنتری است که تقریبا می شود گفت در غرب کشور بی نظیره. وزیر بهداشت همچنین یکی از مهمترین سیاست های این وزارتخانه را طرح تحول نظام سلامت با هدف تقدم پیشگیری بر درمان عنوان کرد. مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه میگن با توجه به فعالیت‌های انجام شده، مرکز سوختگی غرب کشور قراره در هفته دولت به بهره برداری برسه.